و بیگانگان عنوان می کنند. در این حال ادعای از باشندگان هرات می گویند کسانی که وسایل سوراخ کردن کارت های رای دهی را خریداری کرده بودند قصد سپوداش انتخابات را داشتند. با گفته آنان باید این افراد محاکمه شوند. فاد احمدی گزارش می دهد. با وجود تهدیدهای مخالفین مسلح دولت و نگرانی از ناامنی ها باز هم مردان و زنان به صورت گسترده در روز پنجشنبه 29 اسد به مراکز رای دهی رفته و آرای خود را به صندوق ها ریختند. بر اساس گزارش های رسیده بیش از 40 مرکز رای دهی در ولایات فرا، بادغیس، پور و هرات به دلیل ناامنی مسدود بوده و یک مرکز رای دهی در ولسوالی شیندند هرات از سوی طالبان مسلح حرق گردیده است. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات در غرب افغانستان میگویند با وجود تهدیدها در برخی ولسوالی ها و مناطق دوردست باز هم نقش مردم گسترده بوده. کارشناسان در غرب کشور حضور مردم به خصوص زنان را در پای صندوق های رای دهی نشانه ای از شکست مخالفین مسلح دولت عنوان میکنند. ببینید دشمنای مسلح مردم افغانستان و دولت افغانستان همیشه دست به تبلیغات و جنگ روانی میزنن، ولی در این پروسه معلوم شد که توانایی بر هم زدن نظم ندارن. مردم ما یک پارچه پای صندوقای رای رفتن و واقعا این مسئله را باطل ساختن که در حقیقت ما تحت تاثیر تبلیغات بیگانه نخواهد بودیم و ما میخواهیم سرنوشت خود رقم بزنیم. در عین حال سید محید الحق محیدی مسئول فیفا در هرات میگوید تا کنون تخطی که مشروعیت انتخابات را زیر سوال ببرد به آنها گزارش نرسیده است. در کل پروسه رای دهی در هرات خوب ارزیابی میکنم، یعنی موضوع مواردی که مشروعیت و کل نفس مثلا انتخابات زیر سوال آورد به صورت ما نداشتیم، یعنی رای دهی در هرات خوب بوده. خراب شدن زودهنگام وسایلی که کارت های رای دهی را سوراخ میکرد، کمپاین برخی طرفداران نامزدان در اطراف مراکز رای دهی، پاک شدن رنگ انگشتان از جمله موارد تخطی بود که در پروسه رای دهی مطرح شده است. با این حال شماره از باشندگان هرات میگویند باید کسانی که دستگاه سوراخ کننده کارت رای دهی را خریداری کرده بودند به دلیل سبوتاژ انتخابات محاکمه شوند. به نظر من چون یک پروسی ملی بوده و این سبوتاژ صورت گرفته، باید عاملین این قضیه، عاملین این مشکلی که ایجاد شد در پروسی رای دهی، اینا از طرف کمیسیون مستقل انتخابات و از طرف مسئولین بلندپایه کشور از اینا پرسان بشه و تحت پیگرد قرار بگیرن. در حالی که شمارش آرا در ولایت فرا، بادغیس، غور و هرات به پایان رسیده، اما تا کنون از طرف یک منبع با صلاحیت نتیجه آن اعلام نشده است. میلیون ها افغان منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی هستند. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات میگویند تا ساعات دیگر نتیجه اولیه این انتخابات اعلام خواهد شد. فواد احمدی، تلویزیون آریانا، هرات.